در ایالات متحده آمریکا مراسم 34مین سال عملیات تروریستی در مقر تفنگداران آمریکا در بیروت برگزار شد. متاسفانه دوباره نام ایران در کانون توجه در سراسر آمریکا قرار گرفت. آقای مک پنس و آقای مک مستر، هر دو، یکی معاون رئیس جمهور، یکی مشاور ارشد امور امنیتی حزب الله لبنان رو مسئول دانستند و اعلام کردند که این عملیات به سفارش سپاه پاسداران انجام گرفته. سندی هم که در این زمینه وجود داره اظهارات آقای رفیق دوسته. در همون زمان آقای رفیق دوست اعتراف کرد که سلاح و سفارش از سوی ایران صورت گرفته. اما تحولات در منطقه خاورمیانه شتاب گرفته. در عربستان شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر اون کشور نکاتی گفته که تا به حال چنین سخنی از زبان یکی از اعضای دربار سعودی در طی دهه‌های اخیر شنیده نشده بود. او اعلام کرد که ما قرار به سمت اسلام مدارا پیش بریم و تساهل رو پیشه کنیم. ما باید در رو به روی همه ادیان باز کنیم و باید تمام رسوبات تعصب رو در این مملکت ریشه کن بکنیم. آقای شاهزاده بن سلمان ولیعهد عربستان تقریبا میشه گفت تنها جوان متأهل در بین دربار سعودی هاست با 7000 عضو که یک همسر اختیار کرده. بقیه اغلب چند همسر هستند. او یک همسر اختیار کرد. اینا به نظرم اتفاق مهمی است. نشون میده که عقربه های ساعت اگر در بقیه نقاط خاورمیانه ساکت و صامت ایستادن، در عربستان سعودی عقربه ساعت شروع به حرکت کرد. و اما در برنامه امروز همیانان دو شخصیت نازنین و صاحب نظر با ما هستند. آقای دکتر فرهنگ گلاکوی امروز با ما هستند. میخوایم موضوع ریزش سقف اخلاق در نظام اسلامی رو با ایشون در بیان بگذاریم. متاسفانه خبرهایی که از ایران شنیده میشه خیلی غم انگیزه. ببینید وقتی من برنامه آقای هولاکوی رو گوش میکنم در توی روز که دوبار پخش از رادیو همراه، متوجه شدم که بسیاری از کسانی که از ایران میان روی خط دختر خانمهایی هستن که مورد تجاوز پدر، مورد تجاوز برادر از این قبیل قرار گرفتن. همین چند مدت پیش یکی از برنامه های دکتر هولاکوی رو گوش میکردم، برادر کوچکی که سالها به وسیله برادر بزرگترش مورد تجاوز قرار میگرفت و حالا به سخن آمد. حالا که بزرگ شد و بالغ شده فکر کنید چه رنجی میبره. چرا؟ چرا در نظام اسلامی همیهنانم که به نظر میرسه مردم رو در حد یک سوسیس میبینن دیگه و این کارخانه اخلاق در نظام اسلامی چیزی که تولید کرده بعد. نگاه کنیم این تصویرها، اینا بچه های تجاوز شده هستن، بچه های تدف کم سن و سال، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله. و آقای پرویز دستمالشی عزیز همیهنانم در برلین با ما هستند. یکی از کارشناسان قانون اساسی جمهوری اسلامی، فکر نمی کنم میشه بهتر از آقای پرویز دستمالشی با جزئیات و رؤوس قانون اساسی ایران، نقطه ضعف هاش، گاهی نقطه قوت هاش حتی آشنایی داشته باشه. آقای دکتر خیلی خوش آمدی. متشکرم قربان. ممنونم از شما. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. خدمت بینندگان خوب و عزیز سلام عرض میکنم، همچنین آقای دستمالچی، و خوشحالم که فرصتی پیدا شده بار دیگه در تلویزیون پارس گفتگویی داشته باشیم. جناب دستمالچی درود بر شما. جناب میبودی با درود به شما و همچنین مهمان گرانقدر شما در استودیو جناب دکتر هولاکویی و همچنین سلام به بینندگان محترم. اول یه نکته رو خواهش میکنم قبل از اینکه بحث شروع بکنیم برای که خیال ما راحت بشه. آیا لوح میکونوس رو دزدیدن؟ رستوران میکونوس، یعنی جایی که شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته اپوزیسیون ایران کشته شدن. آقای دستمالچی بخت، نمیدونم بخت بهشون یار بود، ولی شاهد یک از فجایع تاریخ معاصر بودن. آیا لوح سر جاشه؟
جناب میبودی لوح سر جاشه و هرگز اون رو ندزدیدن، بلکه اون رو شهرداری منطقه که مسئول نصب اون لوح بود و هست و مراقبت از اون برای تعمیرات یه مدتی برای 2 هفته برده بود و بعدن الان نصب شده سر جاشه. در زمانی که اونو برده بود برای عده ای سوء تفاهم پیش اومده بود که گویا دزدیده شده و غیره، لوح سر جاش هست و تعمیر شده و مرتب سر جاش. دوستان اخوی، آقای دستمانچی شاهد کشتار عزیزترین کسانشون، دوستانش، برای کسانی که بنا هشت و نشت داشته توی میکنوس، یک شیر آدمی پیامدهای برحال عاطفیش چیه؟ حتما پیامت های بد و منفی داره و همطور که میدونید به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر یا به نوعی میشه گفت وحشت بعد از حادثه است که مثل این میونه که میره با یک مته یه جایی رو توی مغز خراب میکنه و حفره و سوراخی رو به وجود میاره که امروز از طریق تکنیکی به عنوان EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، میشه تا حدودی اون رو ترمیم کرد، ولی همیشه اگر بشه زهر و سم و انرژی اون حادثه رو تا حدودی کم کرد، ولی خاطره سر جاشه و همیشه باقی مانده اون میتونه موجب آزار و اذیت بشه. بعد و در شرایطی که مقدار اون آگاهی کامل نیست، مثل زمان رویا و اینها، میتونه به راحتی تبدیل به کابوس بشه. باشه آقای دستپاچی، هنوز این خاطره با شماست ها؟ ببینید، خاطره حتما هست و فکر میکنم همیشه خواهد بود، ولی شدت و ضعف داره، به این معنا که مثلا نزدیک ماهای سپتامبر که میشه، چون در 17 سپتامبر 1992 این ترور در برلین اتفاق افتاد، من احساس میکنم که بسیار عصبی هستم، شبا بد میخوابم، بسیار بد میخوابم، خوابای بسیار وحشتناک میبینم و بعد موقعی که دقت میکنم متوجه میشم که داریم یواش یواش به ماه سپتامبر نزدیک میشیم و این با من میمونه تا این ماه سپتامبر و اکتبر که میگذرن، بعد 2 مرتبه آروم میشم. ولی این الان، در اون زمان، یعنی در سال 92 و سالهای بعد از اون، به ویژه بعد از همون ترور، شرایط طوری بود که من در واقع هر شب که میرفتم بخوابم چنان خوابهای وحشتناکی میدیدم که از خواب میپریدم و همشم خوابهای مرگ و ترور و عناوین و مختلف اینها بود و موقعی که از خواب میپریدم نمیدونم قلبم چند میزد، ولی فکر میکنم حداقل ضربانش 200 بود شاید، نمیدونم، و تمام بدنم هم خیس عرق و کار به جایی کشیده بود که من از رفتن و خوابیدن میترسیدم، برای اینکه دائما با این کابوس ها روبرو بودم، ولی این به مرور زمان کمتر و کمتر و کمتر شد و من یاد گرفتم که با این مشکل به هر حال طوری حلش بکنم، کنار بیام و مسئله صحبتی رو که من سالها در این زمینه کردم، مصاحبه هایی رو که کردم، مقالاتی رو که نوشتم، کتاب هایی رو که در این زمینه منتشر کردم و به جزئیات ذهنم رفتم و اینو به قلم آوردم و به مصاحبه آوردم، اینها کمک فراوانی به من کردن برای اینکه من بتونم با این مسئله راحت تر کنار بیام و از شر این کابوس ها راحت بشم. بیانش کمک میکنه به آدم بدون تردید. البته همونطور که خودشون اشاره فرمودن، در صحنه و ذهن آگاه مطرح کردنش با خبر کردن دیگران، احساس ارتباط و همدردی به وجود آوردن نقش مهمیه. بعد همونطور که عرض کردم، از یه طرف سم و زهرش رو مقدار بیرون میریزه، از جانب دیگه انرژیش رو و بنابراین اون رو کم اثرتر میکنه، ولی همین گونه هم نشده. حرفای دوستان، نکات و مطالبی که به هر حال مطرح شده، برخی از اوقات جواب مثبتی که به خاطر گزارششون از این و اون گرفتن، همه اینا به عنوان مرهمی بوده بر روی اون زخم و همطور که اشاره کردن به تدریج کمتر و کمتر شده.
و ضمناً میدونیم یکی از نعمت‌های بزرگی که انسان داره فراموشیه و به همین جهت است که تجربیات بعدی روی اون تجربیات قبلی قرار میگیره و اجازه نمیده که اونا خودشون رو به صحنه آگاه برسونن. ولی همونطور که اشاره فرمودن، وقتی که در خواب هستند و کنترل در اختیار ایشون نیست بلکه ضمیر و ذهن ایشونه و ضمیر ناآگاهه که فرصتی پیدا میکنه خودنمایی بکنه، اون موقع به صحنه آگاه میاد و بعد با توجه به حوادث و اتفاقات دوربرشون اون ماجرا تبدیل میشه به یک پایه‌ای که اجزاء لازم رو، مصالح لازم رو از حوادث دوربرشون میگیرن و دو مرتبه یه موضوع ماجرای دیگری رو که همچنان آزاردهنده است رو به وجود میارن و همونطور که اشاره فرمودن به خاطر اون در شرایط رویا تبدیل به انگزایتی اتک یا حمله استراب میشه و اگر شدید باشه میشه پنیک اتک که اون موقع کار میتونه بسیار سخت باشه. علائمش هم همونطور که اشاره کردن مشکل تنفس، احساس خفگی، احساس اینکه قلبشون داره از جای کنده میشه، این تصویر و تصور که من دارم کنترل خودم رو از دست میدم، بعد معمولا عرق سرد سنگینه، میتونه با خودش دلدردهایی و از این قبیل رو داشته باشه که البته اون وارد حریم پنیک اتک میشه. بر اساس آنچه که اشاره فرمودن بیشتر تا مرحله اضطراب میره، ولی اگر حالت پنیک باشه معمولا به بیمارستان ها مراجعه میکنن. به همینجاست که دلیل اول مراجعه مردم در امریکا به بیمارستان، امرجنسی بیمارستان، پنیک اتک یا حمله وحشت و اون به خاطر حوادث و اتفاقاتی که تو زندگی میفته. ولی امروز کاملا میشناسیم آنچه که اشاره فرمودن دقیقا حال یک کسی است که بعد از یه حادثه این چنین سخت و سنگین، همطور که عرض کردم، یه چاه و چاله‌ای در مغزش به وجود میاد که به این راحتی ها نمیشه اون رو پر کرد و یا ازش گذشت و در شرایط مختلفی، چه در دوران آگاهی و چه در زمان خواب و رویا و کمی ناآگاه، به هر حال خودش رو نشون میده. اونم همیشه آزاردهنده است، همیشه اذیت کننده است، هیچ بار مثبتی هم نداره، ولی به تدریج به دلیل مکانیزم فیزیکی و روانی که میشناسیم کمتر میشه تاثیر بد و منفیش، مگر اینکه حوادث بعدی بیاد و باز دو مرتبه همه چیز رو خراب کنه. آقای دستپاچی، اول لعنت بر ترور، واقعا لعنت بر ترور. به من بفرمایید که واقعا سفارش دهنده کی بود؟ سفارش دهنده این قتل عام حزب الله هم بود؟ حزب الله لبنان؟ نه خیر، حزب الله لبنان بخشی از کسانی که در اونجا ترور کردن افراد حزب الله لبنان بودن، ولی اونها آمران نبودن، عاملان اجرایی بودن. بعداً در دادگاه میکونس در رأی 400 برگیش بسیار دقیق و روشن از دستور دهندگان نام بردن و در اون زمان گفتن که در واقع اینطوری بودش که تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بوده تصمیم درباره قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران رو ایشون میگرفتن، شخصا میگرفتن. و بعد از فوت ایشون یک شورایی، بعد از فوت آقای خمینی یک شورایی تشکیل میشه به نام شورای امور ویژه که از جمله وظایفی رو که این شورای امور ویژه داشته تصمیم گیری درباره قتل دگراندیشان در درون ایران و بیرون ایران بوده. و اعضای این شورا آنچنان که در رأی دادگاه اومده، رهبر مذهبی نظام آقای علی خامنه‌ای بوده، رئیس جمهور بوده، وزیر اطلاعات و امنیت بوده، وزیر امور خارجه که در اون زمان آقای رفسنجانی بودن، آقای ولایتی بودن و آقای فلاحیان، که در رابطه با آقای فلاحیان حکم دستگیری بین‌المللی صادر شده و فقط در رابطه با اون سه نفر دیگه، یعنی آقای خامنه‌ای و رفسنجانی که فوت کرد و ولایتی، دادستانی آلمان سه هفته بعد از صدور رأی دادگاه میکونس اعلام کرد که ما بنابر منافع ملی آلمان از گشایش پرونده قتل در رابطه با این سه نفر و تحقیقات چشم‌پوشی میکنیم. ولی همین امسال که 25مین سال ترور برلین برگزار میشد، در جلسه‌ای که سخنرانش آقای یوست بود
و آقای یوست نماینده دادستانی کل آلمان در دادگاه میکونوس بود. در اونجا در پایان سخنرانیش گفت بنابر قوانین آلمان قتل شامل مرور در آلمان قتل شامل مرور زمان نمیشه، یعنی هر زمان دولت آلمان اگر اراده بکند و اگر منافعش ایجاب بکند پرونده درست میکنه بر علیه آقای خامنه ای و آقای ولایتی و آقای رفسنجانی که فوت کرده و مسئله دستگیری آقای فلاحیان رو فعال خواهد کرد. آره. آقای پرویز دستمانشی در برلین. آقای دشولاقوی، یکی از پدیده‌های شوم دوران اخیر فروپاشی نظم اخلاقی در مملکت ماست. من گفتم به همتران عجب، اغلب وقتی برنامه شما رو گوش بکنم متوجه میشم بسیاری از این دختر خانمایی که میان روی خط، آقا پسری که من دور روی خطیم، اینا مورد تجاوز پدر و برادر و از این قبیل قرار. چه خبره در ایران؟ البته من متاسفانه همطور که میدونید در ایران نزدیک 40 ساله که نیستم، اخبار رو پراکنده از اینجا و اونجا شنیدم و بعدم همطور که اشاره فرمودید چون طی 17 سال و نیم گذشته برنامه رازها و نیازها رو داشتم که اخیراً میشه گفت نزدیک 30,000 نفر روی خطای رادیو تلویزیون تشوردند و باشون گفتگویی داشتم، در اونجا اون چیزی که اشاره فرمودید یه واقعیته، یعنی به نظر میرسه بحران اصلی و اساسی ما بحران اخلاقیه، یعنی اصول اخلاقی کاملا تبدیل کرده خودش رو ای بسا به مقدار زمینه های ارزشی منفی. یه تفکیکی رو اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، ما در طول تاریخ با 5 تا اصل اخلاقی، یعنی 4 تا بودیم، 5 اضافه شده، یکی همین واقعیت و حقیقته که موضوع اساسی است، reality and truth، یکی عدالت و انصافه که خیلی مهم بوده، justice and fairness، یکی رهایی و آزادی، liberty and freedom، و یکی محبت و عشق، kindness and love هست، ولی پنجمی که اخیرا آمده موضوع حرمت و حیثیت انسان است. اینا اصول اخلاقی هست، اینا باید های زندگی هست، اینا هرگز نمیتونن زیر سوال برن، حتی بحث های دقیق و عمیقی وجود داره که اینا خودشون به خودی خودشون مطلقن و انسان به اون سمت حرکت میکنه و در طول تاریخ هم این اصول اخلاقی غالبا به مذهب و فلسفه تعلق داشته، ولی امروز دنیای علم به راحتی میتونه بگه درست بودنش، خوب بودنش، مفید بودنش، ضروری بودنش رو میشه ثابت کرد و بنابراین وارد واقعا حریم علمی شده، به ویژه فرض کنید در جهت آنچه که به عنوان عدالت و انصاف یا محبت و عشق، مطالعات دقیق امروز و مغز انسانی اینا رو نشون میده. حالا اشکال کار اینه که در جوامعی هستن که اصول اخلاقی کاملا پس زده شده و بنابراین جای اون اصول اخلاقی که راهنمایی هستی هستن این مقدار ارزش ها نشستن، ولی یا ارزش در حقیقت یه واقعیت مرجح، یعنی ما یه چیزی رو به چیزی ترجیح میدیم، علم رو به جهل ترجیح میدیم، سلامتی رو به بیماری، لذت رو به درد، ولی اینا اخلاق نیستن، اینا قراره در چارچوب اصول اخلاقی باشن و با اونها مغایرت و مخالفت نشه، یعنی مطلبی نباشه که با واقعیت و حقیقت نخونه، با عدالت و انصاف نخونه، با محبت و عشق نخونه، با رهایی و آزادی نخونه، با حرمت و حیثیت انسانی نخونه، وقتی این گونه هستن ارزش های ضد اخلاق هستن. متاسفانه اینا حاکم شده و همیشه، چون واقعا باعث تاسف مجبورم این رو عرض کنم که یه ارزشی که نه با واقعیت میخونه، نه با اخلاق میخونه، نه با علم میخونه، نه با عقل میخونه، نه تا با منطق میخونه، برتری مرد بر زن، یعنی همینقدر که شما آمدید گفتید مردان بر زنان یا پسران بر دختران ترجیح دارن، شما همه چیز رو از هم پاشیدید، عدالت و انصاف رو از هم پاشیدید، واقعیت و حقیقت رو از هم پاشیدید، آزادی انسان رو از بین بردید، محبت و حرمت و حیثیت انسانی رو به یک بار زیر پا گذاشتید و نه تنها به زن، به مرد آسیب میزنید و سیستم و جامعه رو از هم میپاشید. بنابراین اون چیزی که متاسفانه امروز حاکم بر جوامع هست و نمونه‌اش هم اکنون در امریکا هم با این دولت تازه میبینیم این است که اصول اخلاقی حداقل اگر در ظاهر بودن یا در واقع پس زده شدن و به جاش مقدار اصول ارزشی نشستن و حالا اصول ارزشی میتونه هر چیز رو به هر چیزی ترجیح بده و ادعاهای خاص خودش رو داشته باشه و وقتی ضد اخلاقه معلومه ویرانگره. جناب دستمالچی و استالی بهتر میدونید وقتی این شما این اصول ارزشی رو دارید بر مبنای اونی که اون هنجار یا قواعد رفتار مشخص میشه و اون هنجار یا قواعد رفتار اولش قوانینن، مقرراتن و بعد حتی وارد
مسئله سنت و راه و روش و متد و هر چیز دیگری میشن که من شما میگن چگونه باید عمل کرد. وقتی اصول اخلاقی خالی است، ارزش های ضد اخلاق در حقیقت در جامعه حاکم میشه، نتیجهش بعدن قواعد و قوانین نیست که به نوعی اون ارزش ها رو تقویت میکنه. بنابراین شما اخلاق رو رها میکنید، با ارزش ها زندگی میکنید، قوانین رو وضع میکنید، با اون وقت هست که معلوم همه ارتباطات اجتماعی رو به هم میریزه. بس ریشه در مذهبه، ریشه در کنار گذاشتن اخلاق، اخلاقی که همیشه در طول تاریخ مذهب باورش اینه که من منشأ اخلاقم، در حالی که به نظر من ادیان منشأ اخلاق نبودن. یعنی ببینید، نه برابری انسان رو قبول کردن، نه برابری زن و مرد رو قبول کردن، نه اصل بردگی رو رد کردن، نه تفاوت مؤمن با منکر رو انکار کردن. شما الان یه اشاره کردید، البته بنده درباره ولیعهد عربستان چیزی نمیدونم، ولی مطلبی که شما فرمودید من همیشه عرضم این بوده، 4 تا نون که نون نحس تاریخ بوده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی تمام بدبختی انسان در طول تاریخ از نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی بوده. و همیشه عرض کردم 3 تا ب یا 4 تا ب با سر جای این 4 تا نون بشن: یکی برابریه، یکی برادریه، یکی بهزیستیه. یعنی 3 تا اصل مهم: ما برابریم، ما خواهر و برادریم و همه به دنبال خوشبختی و سلامت و سعادتیم. اما یه ب 4 وجود داره و اون بردباریه، تالرنس، اون شکیباییه، اون تساهله، اون تسامحه، اون چیزیست که روامداری، هرچه. یعنی اینکه برسیم به اینجا که ما با هم متفاوتیم، ما نه خوبیم نه بدیم، نه درستیم نه غلطیم، ما متفاوتیم. 5% دنیا شاید خوب و درست باشه، 5% دنیا بد و غلطه، 90% دنیا تفاوته. و وقتی که شما صحبت از انسان امروز بکنید، اشاره هم فرمودن، ما در دنیای زندگی میکنیم که در این دنیا قرار است که ما همدیگر رو آنگونه که هستیم بفهمیم، بپذیریم، متفاوت ببینیم. مثل که شما توی جمع 1000 نفری، 1000 نفر لباس پوشیدن، نه لباس کسی خوبه، نه بده، نه درسته، نه غلطه، متفاوته. و این واقعیت دنیای امروزه. اگر قرار است که پیروان ادیان یا مدعیان به هر حال دین به اینجا برسن که ما همه رو برابر و برادر میدونیم، در مسیر بهزیستی، بردباری و شکیبایی برای تفاوت ها داریم، اون موقع است که میتونیم به یه آرامشی برسیم. تشکر. خب ببینیم دید آقای نگاه آقای پرویز دستمانچی عزیز. بفهمید آقای دستمانچی چرا اخلاق منهدم شده در ایران؟ من در با آنچه را که جناب هولاکویی گفتن 100% کاملا موافق هستم و زوایای بسیار بسیار خوبی رو از این فاجعه اخلاقی و ریشه های اون در جامعه ما بیان کردم. ببینید، اگر در خاطرتون باشه، همین در حدود 4-5 ماه پیش، حالا شاید یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر، یک نفری به یک دختر بچه دبستانی تجاوز کرده بود و این باعث ناراحتی بسیاری از ایرانیان شده بود و شدیداً به این امر اعتراض کردن، به حق. اما شما باید بدونید که آنچه را که این مرد انجام داده، یعنی به یک دختر بچه 10 ساله 12 ساله، سنش دقیقاً در خاطرم نیست، از نظر قانونی در جمهوری اسلامی قانونیت داره. یعنی شما رسماً علناً قانوناً می توانستید با دختر 9 سال قمری، یعنی 8 ماه و 3 ماه 4 ماه شمسی، ازدواج بکنید. یعنی آنچرا که تجاوز بوده است، حکومت اسلامی قانونی رسمیش کرده و بعداً در اثر اعتراضات بسیار زیاد اومده این رو از 9 سال کرده به 13 سال. این جنبه قانونیشه، ولی از نظر شرعی باز هم زیر 9 سال، حتی زیر 9 سال، شما می توانید با دختران ازدواج بکنید، همبستری بکنید و غیره. یعنی اگر قانون و شرع در یک جامعه به شما اجازه چنین تجاوزی رو به کودکان می دهد، خب اون مرد نادانی که دست به چنین کاری زده، کار غیر شرعی و کار غیر اخلاقی و کار غیر قانونی نکرده، فقط بدون اجازه این کار رو کرده. یعنی اگر اون مرد نادان
اجازه میگرفت از پدر و مادر اونها و یک خطبه شرعی میخوند، پس این تجاوز درست بود، قانونی بود. ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که آنچه را که در غرب، در دنیای مدرن، در جوامع باز به عنوان تجاوز به کودکان میدانند و شدیداً مورد مجازات قرار میگیره کسی که این کار رو بکنه، در جامعه ما قانونی و رسمی و شرعی است. خب شما چه انتظاری دارید اگر که بزرگان شهر و حکومت، شما نگاه بکنید در جمهوری اسلامی عالی ترین و بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی شورای خبرگان رهبری است و در شورای خبرگان رهبری 88 مجتهد نشستند که کار مهم علمی اینها همون رساله هاشونه، تحریر الوسیله هاشونه، و در این تحریر الوسیله ها و در این رساله ها که در رابطه با شرعی بودن چه چیزی، حرام و حلال بودن چه چیزی و مکروه و مباح بودن چه چیزی نوشتن، و به اصطلاح کاری است که با اون مرجع تقلید می شوند و غیره، اینها سراسر از این تبعیض ها و نابرابری ها و غیره هست. شما نگاه بکنید در اونجا در همین توضیح مسائل آیت الله خمینی که اون رو بزرگ انقلاب میدونن، رهبر انقلاب میدونن، پایه‌گذار جمهوری اسلامی است. شما فکر میکنید که آیت الله خمینی در توضیح المسائل در رابطه با همخواهم بستری با دختران 9 ساله و 7 ساله و حتی شیرخواره چه چیزهایی رو گفتن؟ شما فکر میکنید که در همین رساله ها چه چیزهایی هست در رابطه با چرا مسلمانان از نامسلمانان بهترند، چرا کفار را میشود کشت، چرا انسانی که مسلمان نیست کافر است، ارزش اون و مقایسش میکنند با ادرار و مدفوع و سگ و خوک و غیره. خب اگر آموزه های علمی یک جامعه، رهبران سیاسی یک جامعه، رهبران روحانی و اخلاقی یک جامعه چنین هست، خب این بدنه، این مردم به کجا باید نگاه بکنن؟ طبق این آموزه ها عمل میکنن و غیره. شما نگاه بکنید به حکومتی که پاسخ هر چیزی رو با قهر و خشونت میده. شما نگاه بکنید به شورای همین خبرگان رهبری که افرادی مانند ری شهری و دوری نجف آبادی که متهم به این هستن که دستشون در قتل صدها نفر هست نشستن. من یادم میاد موقعی که بچه بودیم، اون زمان هنوز این روحانی ها در مسجد قدرت نبودن، موقعی که صحبت از روحانیان میشد در من به عنوان یک کودک احترام نسبت به اینا، یک احساس توأم با احترام به وجود میومد. الان تا نام اینها برده میشه در من شخصیت های تروریست، متجاوز، دوست، قاتل میاد و این جامعه تحت رهبری این افراد معلومه که از اون تأثیر میگیره. حکومت نقش تعیین کننده داره در رابطه با رفتار شهروندان، قانون نقش تعیین کننده داره در این زمینه. این صحبت هایی رو که میگویند گویا قوانین و فقه الهی و غیره که تجاوز به کودکان رو قانونی و شرعی میکنه، که تبعیض رو نسبت به این و اون شرعی میکنه و قانونی میکنه، نتیجهش این میشود و اینها رو آموزش میدن، همه جا آموزش میدن، نتیجهش این میشود که جامعه چنین سقوط اخلاقی میکنه. تشکر میکنم، تشکر. همینارم از بازار آگهی عبور میکنیم. سوال بعدی درباره وضعیتی است که ایران ما پیدا کرده. میدونم قبل از اینکه انقلاب بشه در ایران، دکتر هلاکویی در کتاب خودش به انقلاب ایران اشاره کرده بود پیشاپیش. میخوام ببینیم حالا که وضعیت در ایران به این سمت و سو حرکت میکنه، یعنی نارامی ها روز به روز در حال افزایشه در تمام قشرها، در تمام سطوح، و مناسبات ایران با دنیای بیرون هم
تبدیل شده به مناسباتی پر از خصومت و دشمنی و نفرت ورزی. هیچ وقت فکر نمی کنم که در روابط و دیپلماسی ما با دنیای بیرون این همه نفرت و انزجار رو ما شاهد بودیم در طول تاریخ. از زمانی که ایران مناسباتی با دنیای بیرون داشته، فکر کنم از دوره صفویه بگیری تا به امروز، هیچگاه ما این همه دشمن در اطراف خودمون نداشتیم. ببینید با این وضعیت مناسبات ما با دنیای بیرون، وضعیت در درون مملکت و ورود به باتلاق‌های جدید در کل منطقه خاورمیانه، از لبنان گرفته تا سوریه، از سوریه گرفته تا عراق تا یمن، و ما در کجا ایستادیم و قراره که ایران چه سرنوشتی پیدا بکنه. سپاه هم در فهرست تحریم هاست و میدونیم که بخش عمده از ظرفیت اقتصادی ایران در دست سپاه پاسداران. قطعا موضوع روی وضعیت معیشتی مردم هم اثرگذار خواهد بود. برمیگردیم. آقای دستپانچی در اونجا زندگی میکنم. آقای دوشلاقی، وقتی نبض ایران رو در حال حاضر به دست یه بار گرفتید، شما این کارو کردید قبل از این انقلاب، نبضش رو به دست میگیرید، صدای قلبش رو گوش میکنید، به روانش الان خیره میشید، چی به شما میگه؟ چه اتفاق قراره در ایران بیفته با این وضعیتی که داریم و این مجموع اتفاقاتی که افتاده؟ من اجازه بدید اشاره بکنم به مطالبی که فرمودید. من وقتی که در ایران قبل از انقلاب بود، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بودم، درسی تحت عنوان رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر هست که 8 رفتار جمعیه، توش بس درباره انقلاب بود. بنابراین من تئوریای انقلاب رو درس میدادم دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی مدت کوتاهی، حتی دانشگاه تربیت معلم، و بنابراین هم آگاه بودم هم اطلاعات داشتم. به همین جهت بودم توش که اشاره فرمودید، از نظر من انقلاب ایران حتمی و قطعی بود. خودم هم 2 سال قبل از انقلاب از اونجا بیرون اومدم و تو کتابی هم که 1975 بود دقیقاً یه تئوری بود به اسم جی تئوری، که البته همش برداشته شده، کمیش گذاشته شد، لغت زمان انقلاب بودش. برابر این با مسائل آشنا شدم. متاسفانه الان اون آگاهی رو به دلیل اینکه اصلا تغییر زندگی من در اینجا از مسائل اجتماعی بیشتر به مسائل روانی رفت، به دلیل کارم یه مقدار کم شده، بعدم اونقدر ارتباط رو ندارم، بعدم یه مقدار مشکلات فیزیکی از جمله چشمم، خواندن رو یه مقداری برای من مشکل میکنه، همه اینا دست به دست هم داده، بیخبرم. عزیزانی مانند شما و دوستان دیگر بیشتر آگاه هستن، ولی اون چی که میتونم بگم بر اساس خطای تلفنی که میتونم بگم شاید به 1000 یا 2000 میرسه که از ایران توی مدت داشتم، همونطور که اشاره فرمودید، اون سقوط اخلاقیه هست. یعنی معلوم میشه که در اون جامعه اساس اخلاق به هم ریخته. جز بدید توضیح کوچکی عرض کنم چرا به هم ریخته. امروز از نظر علمی میدونیم که انسان یه چیز نزدیک 200 تا صفت داره یا ویژگی داره، trait یا characteristics، و از این 200 تا مهمترینش رو میدونیم چیه؟ اطمینانه، که به دنبال خودش اعتماد داره، یعنی trust و اعتماد و اطمینانه. اساس اعتماد و اطمینان بر روی یه محور اصلی و اساسیه و اون واقعیت و حقیقت. یعنی روزی که من واقعیت و حقیقت رو نمیشنوم، نمیبینم، من اعتماد و اطمینانم به خودم، به دیگران، به آنچه که هست سلب میشه. و بنابراین مشکلی که هم اکنون وجود داره اینه که جز اصول اخلاقی هم عرض کردم واقعیت و حقیقت و گزارش اونه. ما امروز در یه جامعه هستیم که به راحتی میشه هرچه گفت، یعنی واقعا دروغ از آسمان وزیدن گرفته، و به همین جهت هست که واقعا کاری از دست رسولان به هر حال گرفتار نیست، کارش نمیشه کرد. یعنی امروز خیلی راحت میشه درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، جایگاهمون، ارتباطمون، قدرتمون، توانایی هامون، همه چیز میشه یه حرفی زد و این رو زیر چتر در حقیقت مصلحت و منفعت آورد و کاری به حقیقت و واقعیت نداشت. و بنابراین اون چیزی که به هم ریخته واقعا پایه و اصل اساسی اخلاقه. عدالت و انصاف و محبت و عشق هم رفته کنار، رهایی و آزادی هم کاملا به دلیل قواعد و قوانین برهم ریخته، حرمت و حیثیت انسانی هم به راحتی میتونه مورد هجوم و تجاوز قرار بگیره. بنابراین معلومه که اون اصول اخلاقی نیست. بنابراین بحران ایران بحران اخلاقیه. ما از نظر علمی در حقیقت 2 جاست که سیستم رو زیر خطر میبره، یکی بحران اقتصادیه و یکی بحران یا به هر حال جهت‌های ایدئولوژیه.
خب امروز خیلی جایگاه ایدئولوژی حاکم نداره. از جانب دیگه همطور که اشاره شد بحران اقتصادی سنگین و شدیدی وجود داره که خب همه اینا میتونه مسئله آفرین باشه، ولی به هر حال قدرت سیاسی مذهبی و شاید بشه گفت نظامی و امنیتی میتونه تا حدودی این اوضاع رو کنترل کنه، ولی اینکه کی شدت این مشکلات اقتصادی و عدم باور به اصول اعتقادی میتونه مجموعه ای رو به وجود بیاره، شرایطی رو به وجود بیاره که دیگه نشه ادارش کرد، به نظر میرسه که با در اون مسیر داریم قدم برمیداریم. دیگه جالبه. آقای دستمالچی عزیز، به کدام سمت بیریم؟ فکر میکنید چه حوادثی رخ بده با توجه به وضعیتی که ایران از درون پیدا کرده، با بیرونم که مناسبات ما دائما در حال اختلال، در چندین منطقه توی باتلاق گرفتار شدیم، این هم وضعیت اقتصادی، هیچ امید و روزنه‌ای هم حتی در یه آینده بعید وجود نداره که اوضاع بهتر بشه. و نارامی ها در سطح کشور، الان در دانشگاه های کشور تظاهرات اینجا و اونجا علیه کسی که به عنوان وزیر علوم و فناوری انتخاب شده، منصوب شده و باعث خشم دانشجویان، کسی که خودش در سرکوب دانشگاه و دانشگاهیان شرکت داشته، آقای منصور غلام. بفرمایید آقای. من فکر می‌کنم که خب جمهوری اسلامی عملاً در تمام زمین‌ها شکست خورده. یعنی اینها اومدن با ادعایی که یک جامعه قسط اسلامی بسازند که بر اساس روح برادری و برابری و از این حرفا باشه، و در هیچ زمینه موفق نه تنها نشدن، بلکه یک جامعه که از بالا تا پایینش، حکومتی که از بالا تا پایینش بر اساس داده های اسلامی اونها تنظیم شده، رهبرش که اسلامیه و میگه که من جانشین امام پنهان هستم در زمان پنهانی ایشون و آن کارهایی رو که انجام میدم خواست و مشیت الهی است. تمام نمیدونم شورای خبرگان رهبریش که 88 مجتهد نشستن که همه خودشونو نمایندگان خداوند در روی زمین میدونن، قوه قضایی، قوه اجرایی، تمام اینها، تلویزیون، رادیو، آموزش و پرورش و غیره، همش که در دست اینها بوده. و در تمام این 40 ساله سیاست‌های از نگاه اونها 100% اسلامی کردن و در تمام زمینه‌ها هم که شکست نشون دادن. مسئله وضعیت اخلاقی جامعه رو که کوتاه صحبتی در موردش کردیم، شما نگاه بکنید که همین الان در رابطه با وضع بانک‌ها چه می‌گویند. یکی از نمایندگان ایران در کنفرانسی رو که مربوط به بانک ها در سوئیس می شده، فکر کنم صاحب بانک خاورمیانه است که الان اسمش در خاطرم نیست، در اونجا بیان کرده که نصف بانک های ایران ورشکستن و ما باید اینها رو کنار بذاریم و در بانک های دیگه ادغام بکنیم و مشکل ما در این استش که برای چنین کاری نیازمند 170 میلیارد دلار هستیم که دهش پول نداره. خب این وضع بانک هاست که شما اعتراضاتی رو که امروز در تقریبا همه جای ایران نسبت به این مؤسسات مالی میشه که پول مردم رو خوردن میبینید و دولت هم عملا هیچ کاری نمیکنه و بعضا توی اونها دست داره. در رابطه با محیط زیست، اینا حرفایی نیست که اپوزیسیون میاد میزنه، حرفایی است که مدیران ارشد جامعه، وزرا و وکلا میان میزنن. در رابطه با محیط زیست میگویند که ما بلایی رو که در 40 سال گذشته به سر محیط زیست ایران و به ویژه مسئله آب آوردیم، در 1400 سال گذشته چنین نشده. در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی که میگن که اکثر اینها ورشکستن و پولاشون رو دولت‌های پیشین و کنونی خوردن و یا دارن می‌خورن و غیره. خب
این در تمام زمینه ها همینطور هست و مسئله مشکل بیکاری رو نه تنها نمیتونن حل بکنن، دائما هم بر اونها افزوده میشه. ببینید شهردار تهران اومده رسما و علنا میگه ما 70,000 کارمند داریم ولی 140,000 حقوق بگیر، و این بخش 70,000 نفر حقوق بگیر عبارت از کسانی هستند که در اصطلاح شهرداری به اونها کارمندان بیکار گفته می شود و کار نکردن در جامعه تبدیل به عرضه شده. وزیر نفت میگه ما این شرکت رو میتونیم با 120,000 نفر بگردونیم، به 250,000 نفر حقوق میدیم. خب این نشون میده که در تمام زمینه ها از نظر اقتصادی، نمیدونم سیاسی، اخلاقی و غیره، جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده. تنها چیزی که اونها رو سرپا هنوز نگه داشته، ولی من فکر نمی کنم زیاد طول بکشه، مسئله قهر و خشونتی است که نسبت به مردم و اعتراضات مردمی انجام میدم و اونا رو شدیداً سرکوب میکنم. ولی موقعی که یک نظام از درون میپوسه، شما نگاه بکنید به اتحاد جماهیر شوروی و یا اروپای شرقی که تا روز آخری که اینها فرو میپاشیدن هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که اینها از درون فرو خواهند پاشید، و جمهوری اسلامی هم چنین وضعیتی رو داره، به مجرد باید تغییر بکنه و اینها نمیتوانند تغییرات اساسی ایجاد کنند. هر تغییر اساسی که بخواهد به رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندی و غیره برسه، هر تغییر اساسی که بخواهد کنترل دموکراتیک روی این جامعه بیاره، موجب فروپاشی نظام خواهد شد. در اتحاد جماهیر شوروی که نمیخواستن کشور بپاشه، نظام بپاشه، اومدن بعد از اینکه به بن‌بست رفتن اصلاحاتی برای شفافیت و کارآمدی نظام بکنن و فرو پاشید، با توجه به اینکه نظام اتحاد جماهیر شوروی متکی بر یک ایدولوژی بود که در قرن 19 و 20 به وجود اومده بود، نه این صحبت هایی که مربوط به 1400 سال پیشه. تشکر، ممنونم. خب حدود 6 دقیقه دیگه وقت داریم، هر کدام از دوستان ارجمند 3 دقیقه رو بهشون اختصاص میدیم. دکتر لاکویی اگه تمه سخنی دارید. با توجه به آنچه که شما و جناب دستمالچی اشاره فرمودن، بحث این است که ساختار اقتصادی ایران احتمال اصلاحات اساسی و بنیادی رو نمیده، یعنی مکانیزم های حاکم بر اونجا و اصولا نوع تقسیم کار یا به حال آنچه که به عنوان منابع مالی و اقتصادی از سیستم بانکی گرفته تا واحدهای تولیدی تا بخش دولتی که به هر حال هزینه ها و درآمدهای خودش رو داره، اشکال کار اونجاست. سیستم حقوقی که اشاره به شد با توجه به ساختار به هر حال آنچه که شریعت حکم میکنه و چارچوبی که به وجود آورده، توانایی اون انعطاف رو برای نوعی هماهنگی در جامعه نمیتونه به وجود بیاره. آنچه که در صحنه بین الملل میگذره متاسفانه یک آشوب فوق‌العاده است که به ویژه خاورمیانه رو در بر گرفته، و با وجودی که خوشبختانه تا به حال ایران و ایرانی تا حدود زیادی محفوظ و مصون بوده، در معرض خطر میتونه باشه، مثلا با دستبندی‌ها و به هر حال نوع برخوردی که بسیاری از کشورهای غربی به ویژه امریکا با ایران دارن. بنابراین ما یه مقدار بحران سیاسی داریم، بحران حقوقی داریم، بحران اقتصادی داریم، و اینا راه اصلاح نداره. یعنی یه جایی رفتیم که موضوع اصلاحات منتفی است، و بنابراین وقتی اصلاحات منتفی است شما مجبورید واقعیت موجود رو بپذیرید. حالا اینکه به چه تبدیل بشه، اون احتمالات چندگانه‌ای داره که در مطالعات علمی اون رو نشون میدن، و به همجاست که باید اون رو پذیرفت که ما در یه شرایطی هستیم به نظر من در یه بنبست اقتصادی
بنبست ایدئولوژی هستیم، بنبست اجتماعی هستیم، بنبست ارتباطات جهانی و بین المللیمون هستیم و همونطور که ایشون هم اشاره کردن، تنها چیزی که در حقیقت یه مقدار زمینه رو برای قراری و یا ثبات موقتی به وجود میاره به یک اعتبار ترس است و یأس. یأس به خاطر آنچه گذشته و نبودن خیلی چیزها و ترس به خاطر آنچه که همکنون حاکمه و به همجرد است که آنچه که باقی مونده موضوع و مسئله کاملا جنبه میشه گفت سیاسی و یا نظامی داره تا جنبه اقتصادی و اجتماعی. تشکر. آقای دستمانچی، با یک شخصیت صاحب نظر در ایران صحبت میکردم، دو نفر دیگه هم حضور داشتن، سوال کردم آیا ممکنه که ایران سوریه بشه؟ گفت که اگه چند سال پیش این سوال میکردیم گفتم حتما سوریه میشه، ولی الان هرگز. گفتم ممکنه که سپاه در برابر مردم بیسته اگه مردم بدن به خیابون؟ گفت اگه باز قبلا میپرسیم گفتم آره، ولی الان نه، هرگز سپاه جلو مردم نمیسته. گفتم ممکنه متحد مردم بشه؟ گفت قطعا و حتما. گفتم نظر شما چیه؟ چون با اینا رو با قاطعیت تمام میگم، کسی که در ایران زندگی میکنه و جامعه ایران رو خوب میشناسه و دیدم افکارش کاملا تغییر کرده با توجه به وضعیتی که الان در ایران پدید آمده. بفرم. ببینید، خب در علم سیاست و یا جامعه شناسی این ریاضیات نیست، نمیشه با قاطعیت 100% چیزی رو پیش بینی کرد و یا نکرد. میشه حد زد و من بنابر داده های موجود حدس خودم رو میتونم بگم. امکان این که ایران رو جامعه تبدیل به جامعه سوریه بشه من میبینم، اگر که به موقع در ایران اقدامات لازم انجام نگیره و اگر جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی به این سیاست های مداخله گرانه خودشون در منطقه، در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن و همه جای دیگه ادامه بدن، اونها هم ساکت نخواهند نشست، اونها هم جبهه درست خواهند کرد که بعضن کردن، اونها هم شمشیر از رو خواهند کشید که بعضن کشیدن، و همچنان که جمهوری اسلامی از طریق عناصر و گروه‌هایی میتواند در کشور اونها اخلال کنه، اینها هم میتوانند اون شرایط رو در ایران به وجود بیارن که من امیدم این استش که چنین نشود. آنچه که مربوط به ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من به عنوان یک نظام عقب مانده تامگرای دینی به آخر خط رسیده و اصلاح ناپذیره. یعنی اگر میشد این نظام رو چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اجتماعی و غیره اصلاح کرد و مون، خب اونها اصلاح میکردن، برای خودشون اصلاح میکردن که بمانند، ولی اصلاحاتی که جدی نباشه مشکل رو حل نخواهد کرد. و این توهم که گویا اگر این جناح اصلاح طلب بیاید چه خواهد شد و مشکلات حل خواهد شد، به نظر من یک توهم است. چون در 40 سال گذشته، 10 سال اولش که شخص امام خمینی وجود داشته و خودشون شخصا تو دهن بقیه مخالفان میزدن و همه با اون سیاست همراهی و همگامی میکردن، بعد از اون، بعد از فوت آیت الله خمینی، 8 سال آقای رفسنجانی اومده، 8 سال آقای خاتمی اومده و الان هم 5 سال آقای روحانیه و از مجموعه اینها فقط 8 سال حکومت در دست به اصطلاح غیر اصلاح طلبا بوده در دوران آقای احمدی نژاد، که خود آقای احمدی نژاد را هم با تمام حرفا و اتهاماتی که بهشون زدن بردن، خود رهبر منتصبش کرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب اگر یک رئیس جمهوری یک کشوری رو با سیاستهاش به خاک سیاه نشونده اونطوری که شما مدعی هستید، چرا ایشون رو بردید گذاشتید در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ در نتیجه مجموعه کسانی رو که حکومت رو ایران رو میگردونن، حکومت رو میگردونن،
یک دار و دسته در رنگ‌های متفاوت هستند که همشون مجموعه جناها در کشوندن ایران و جامعه ایران به این بنبست درونی و بیرونی سهیم هستند و راه خروجی هم بغیر از این که اینها بروند به نظر من وجود نداره. تشکر میکنم. سپاس. هیچ وقت ملی بودید آقای دکتر لقی؟ بله چند سال قبل. ملی بودید. بسیار عالی. آقای دستمانچی عزیز تشکر میکنم از حضور شما. دکتر پرنگان رو سپاسگزارم. از حضور شما همینان عجبند هم بعد گذشت از بازار. برمیگردیم در خدمت شما هستیم، به تلفن های شما پاسخ میدیم. خداحافظی میکنیم با دکتر لقی و آقای دستمانشی عزیز تا دیداری دیگر و گفتگوی دیگر با دوستان صاحب نظر. خدا نگهدار. تلویزیون درود بر شما، بفرمایید. با من هستی؟ بله قربان، با حضرت عالی، بفرمایید. سپاسگزارم. درود میفرستم به شما و مهمانان گرامیتون و همینطور بینندگان عزیز. در رابطه با صحبت هایی که دوستان عزیز کردن بسیار آموزنده و گویا بود. فقط شاید در این مرحله هم وارد می شدن و توضیح می دادن که تو این شرایط فعلی که درست دیده شده، لازم به تکرار صحبت دوستان نیست، شرایطی الان به وجود میاد که جامعه مردم ایران در حالتی واقع شدن که دارن شروع کردن به اندیشیدن، چون میبینن قدرت در حال سقوطه و در این مرحله مردم شروع میکنن خودشون و خانوادگی شروع میکنه به استحکام بخشیدن به خودش و اون اعتماد در اون خانواده ها در حال رشد خواهد بود. در پروسه همین هم ما ببینیم در اصناف به وجود میاد. به زودی ما خواهیم دید که این مردم به پشتیبانی از حرکت‌های کارگری و یا همین مال از بین رفته‌ها پشتیبانیشون رو اعلام میکنن. اینجا فقط بستگی و آگاهان و روشنفکران داره که چگونه این اتحاد و این همکاری بین خودشون رو به مردم به نمایش میکنن و میتونن تأثیر مثبت باشن. مردم احتیاج به یک جای، ببینید وقتی اخلاق اسلامی در اخلاق جامعه فساد کشیده شده، مردم میخوان ببینن قدرتی که میاد دارای چه اخلاقیه، این قدرتی که میاد چه روحیه‌ای رو به مردم میده. مسئله مهم اینه که مردم اگر دارای اون قدرت انرژی روحی رو به دست بیارن که از آیندهشون انتظاری هست، یعنی با همین تجزیه و تحلیل‌ها ما فقط در تفسیر مسئله نباید بمونیم، ما باید آینده و حرکتی که ما میتونیم و مردم میتونن بکنن رو مطرح بکنیم و مسیر رو بهشون نشون بدیم که چگونه میتونه آگاهانه بره. جامعه ما باید هر چی سریعتر از اصناف مختلف خودشون رو تشکل بدن، یعنی استانداردها باید از درون به وجود بیاد. من در هفته پیش گفتم شما برای خانه خودتون چه کار کردید، یعنی این مربوط میشه به همه خبرنگارا، همه که حقوقدانان. اگر اینا خودشون در درون خودشون تشکل به وجود بیارن، اون وقت میشه به نحو احسن یک حرکت آگاهانه رو به جلو برد و مردم هم میدونن در فردا انتظار چه چیزایی رو داشته باشن. تشکر میکنم، کاملا مفهوم و سپاسگزارم از حضورتون. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. تلویزیون صداش خیلی خرابه. صدای تلویزیون خرابه؟ بله بله. سلام عرض می‌کنم. سلام قربان شما، خیلی ممنون. ببینم بقیه، اگه بقیه هم شاکی باشن احتمالا حق با شماست، ولی اگه شاکی نباشن احتمالا مشکل از گیرنده شما. درود بر شما، بفرمایید. آقای مهربانی اوقاتتون بخیر. قربان شما، اوقات شما هم بخیر، بفرمایید. ببینید من چون خوشبختانه آقای هولاکویی هم هستن، یه مسئله یه خواستم خیلی کوتاه بگم. این الان مسئله که نوروز ایران داره پیش میاد، تقریبا سه تا شخصیت اصلی این وضعیت وجود داره. یکی همین رژیم شیطانی ولی مطلقه بقیه، یکی دیگه اکثریت شاید بالا 80% مردم ایران هم که متاسفانه زیر سرکوب هم، یکی هم یه عامل پارامتر 5-6 میلیونی ایرانیان خارج از کشور هم که من و شما مثلا و خوشبختانه خیلی ادعا میکنیم که در عرض توانمون ماها و استریم داریم مبارزه میکنیم، حالا بقیه که ساکت موندن الان به کنار، من و شما ادعا میکنیم زبون اینا هستیم. شما دائماً از یه لغت ما استفاده میکنید. در جایی که جمهوری اسلامی داره جنایت میکنه، نه تنها در ایران بلکه در چند تا کشور هم به خاک و خون کشته شرایط هم هست، من توصیه‌ام به شما اینه که نبودید. این لغت ما شما سوء تفاهم ایجاد میکنه. حکومت ولی فقیه هم میکشونه زیر این زیر مجموعه ما.
توصیه به شما اینه، با احترامی که با شما قائلم و صادقانه همیشه با شما این بودم، وقتی که بخواید از خودتون یا مردم به نمایندگی یا بخشی از به اصطلاح مردم خارج از کشور که شما خوشبختانه شاعر و به اصطلاح برنامه ساز سیاسی هم هستین، از این لغت ما استفاده نکنیم، بگیم ما ایرانیان خارج از کشور. چون جنایاتی که این حکومت داره انجام میده دیر یا زود به اصطلاح دوچارش میشن. خوشبختانه آقای ترامپ هم الان توی کاخ سفیده. حتی شما الان میگین دشمنان ما، ببینید کشورهای عربی بعضی هاشون تو حد ایرانی پیش رفتن، اگه اومدن مخالفت میکنن در کنار مثلا امثال آقای ترامپ یا در کنار مردم ایران، اینا الان دشمنان ما نیستن یا دوستای ما. تشکر میکنم، کاملا مفهوم بود، ممنونم. کوتاه کنید خواهش میکنم همیانان عزیزم، کوتاه بفهمید، ممنون میشم ازتون. فقط خیلی سریع اجازه بدید که خبرهایی که در آغاز برنامه با شما در میان گذاشتم خیلی سریع اونا رو تکرار بکنیم. اولا احتمال داره که آقای ریکس تیلرسون از وزارت خارجه کنار بره. شانس خانم نیکی هیلی بسیار زیاده که بشه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چون گفته میشه که او صدای محبوب آقای دونالد ترامپ در رابطه با ایران. خانم هیلی با اینکه تبار هندی داره ولی خودش زاده کارولایناست، در کارولاینا به دنیا آمده، بنابراین میتونه وزیر خارجه بشه، شاید یه روزی هم بشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. این خانم هیلی. اما تحول دیگر اظهارات آقای مک پنس، معاون آقای مک پنس، همینطور آقای مک مستر در سالروز کشتار هولناک 241 تفنگدار آمریکایی در بیروت که با واکنش سخت علیه حزب الله لبنان همراه بوده، آقای مایک پنس به صراحت میگه ما میخوایم حزب الله رو فلج بکنیم و اجازه ندیم که او طرحهای جمهوری اسلامی رو پیاده بکنه. آقای مک مستر، این برای نخستین باره که یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا، اون هم مشاور ارشد، اعلام میکنه که سپاه پاسداران سفارش دهنده جنایات هولناک تروریستی بیروت بوده. اما اظهارات شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی خیلی شنیدنی است، اونم در مملکتی که مفتیها تا به حال ادارش میکردن از نظر مذهبی. حرف مفتیها حرف آخر بوده، یعنی حتی وقتی مفتی یک فتوا رو صادر میکرده مجلس شورای عربستان حق دخالت نداشته، یعنی میشده قانون، حق دخالت نداشته. امروز میدونیم در عربستان مفتیانی وجود دارن که امروز معتقدن زمین مسطحه. در چنین کشوری چنین اظهاراتی خیلی به نظرم شنیدنیست، حکمی انقلاب رو داره، یعنی نشون میده که یه بمب شاهزاده محمد بن سلمان میخواد زیر پای جامعه عنکبوتی و یک با قوانین و ارزش‌های عفونی و مزمن منفجر بکنه. اعلام کرده که این جامعه باید از رسوبات خرافی پاک بشه، به تعصبات کنار گذاشته بشه، دروازه‌های کشور باید به روی همه ادیان باز بمونه، احتمال داره به زودی عربستان حتی کلیسا بسازن، این امکان وجود داره، ممکن کنیسه ساخته بشه. و یکی از نشریات اسرائیلی هم قبلا اعلام کرده بود که ممکن شاهزاده بن سلمان مهمان اسرائیل باشه در آینده نزدیک. باید ببینیم چه خواهد شد. درود بر شما، بفرمایید. الو، قربان شما، بفرمایید، در خدمتتون. آقای میگوی صحبت شد که محیط زیست خراب شدنه، من خواستم بگم که مردم هم متأسفانه رعایت نمی‌کنن. من شاهد هستم که جوان ها، خود مردم آشغال اینا زیاد تو رودخونه های نمیریزن. من خواستم توصیه کنم که خود مردم رعایت بکنن حداقل. بله، متشکرم از برنامه‌تون. سپاسگزارم. اون وقتی فرهنگ نوکیسگی بر مملکت حاکم میشه، خب اینا آرزوهاش دیگه، هم حکومت رعایت نمیکنه، هم نظام رعایت نمیکنه، هم اصلا حفظ نظام محیط زیست در دستور کار نیست، کسی پولی براش کنار نمیگذاره. یکی از کارشناسان محیط زیست روی اینترنت هست، میتونید نگاه کنید، همینم توصیه میکنه با اشک و آه که آقا ما همه میدونیم که سطحایی که زدن به خاطر پوله، به خاطر پول و درآمدهای
ناشی از سدسازی است که ادهی طرح‌های سدسازی رو دولت ارائه دادند و پولای کلان هم گرفتن. میگه آقا کبیر رو در اختیار اونها بگذارید، هی برن سد بزنید خراب بکنن، پول هم بهشون میدید، ولی کاری به این مجاری آبی کشور نداشته باشن. این مسیر رودخانه ها رو تغییر ندن و این بحران آب رو تشدید نکنن. نظرش خب درود بر شما، فرمایید. خیلی سریع درود بر شما جناب میبودی. قربان شما، بفرمایید. سوال من خیلی ساده است. این همه مخارج هنگفته برای این جنگایی که دارن میکنن، برای این جنگای نیابتی، برای این خرجایی که میکنن، برای این بازسازی که تو سوریه و اقصا نقاط دنیا دارن انجام میدن، اینا از کجا میاد؟ این چه سرمایه دارن؟ البته خب به ملت که نمیرسن، به ملت خودمون. برها تشکر میکنم از روشنگریاتون. من چون فرمودید سریع من سوال کنم، منم سریع سوال کردم. تشکر میکنم، ممنونم. والا کاملا مشخصه که این منابع زیرزمینی ایران، مجموعه مواهبی که طبیعت در اختیار ما گذاشته، متاسفانه همه به ثمن بخس رفت و همین قشر نوکیسه‌ای که در مملکت بر سر کاره، این ثروت رو در بیرون از مرزهای ایران بیشتر در کشورهای مختلف هزینه کرد. کافیست حرفای یک معلم گوش بکنی در همین تظاهرات اخیر آموزگاران و فرهنگیان در اهواز که میگه به جای خانه سازی در ونزوئلا بیاد حقوق عقب افتاده معلمان رو پرداخت بکنید، که اینها دارن نسل جوان رو برای آینده مملکت تربیت میکنن. رفتن در ونزوئلا سرمایه گذاری های کلان کرده و متاسفانه از روزی که این سرمایه گذاری ها شروع شده محموله کوکائین وارد ایران شده. تو قبل از اون وجود نداشت، تو قبل از اون وجود نداشت، دست کم بعد از انقلاب برای یه مدتی وقفه افتاد در واردات کوکائین، ولی بعد از ایجاد ارتباط با ونزوئلا دو دوره آقای احمدی نژاد و پرواز هواپیمای ایران ایر هفته یک بار به ونزوئلا که میگن خالی هم میرفته، خالی میرفت پر بر میگشت. با چی بر میگشت؟ با جنسی که در بازار تهران فروش فوق‌العاده‌ای هم پیدا کرد، هنوز هم متاسفانه جز اقلام گران در بازار سیاه ایران. خب یه تلفن دیگه باید خداحافظی کنیم. نه دیگه زنگ نزنید، خداحافظ. برنامه ما به سر آمد. همیانان عزیزم تا دیداری دیگر.